بیایم اینجا، ما اومدیم بحث API رو در واقع بحث JSON رو کردیم. من اینا فعلا می‌بازم بخاطر می‌خوام وارد بشم، چون می‌خوام توی این قسمت که توی در واقع ادمین هستش من وارد این قسمت بشم. فعلا برای چیکار کردم؟ اومدم فقط کرییت کردم. ادمین چه فایده؟ آهاش. یه لحظه بکنم دستم خورد باشه. خب اومدیم اینجا ایونت اینا رو انجام دادیم دیگه، بعضی کرییت رو ساختیم، ولی بحث فچ کردن دیتا که به صورت ایجکس میخواد انجام بشه اینو بدونیم. وقتی که دیتا میخواد به صورت ایجکس اصطلاحاً یه ایونتی توش اتفاق میفته، صفحه بدونی که رفرش بشه، مثلا من روی کرییت کلیک میکنم، یه چیز دیتا رو میذارم کلیک میکنم، آنن همین که بره تو دیتابیس قرار بگیره و آنن هم بیاد روی صفحه نمایش بده، یعنی میشه بدون رفرش کردن عملاً پیاده سازی ایجکسی یا اصطلاحاً استفاده کردن از شبیه به همون ویو جی اس یا ریاکت. در واقع شما کاملا بیاید بک اندتون رو میتونید در واقع کاملا ایجکسیش بکنید. خب حالا میخوام بریم مرحله دوم. مرحله دوم شد انجام. قبل از این مرحله دوم وارد بشیم شما یه سری مسائل رو بدونید. میام اینجا من یه صفحه ایندکس اچ تی ام ال درست بکنم. حالا تا یه ذره جاوا اسکریپت بگم بعدم وارد بشم. خب میام اینجا و یه اسکریپت رو قرار میدی. خب میام اینجا یه آلت اف 2 بزنم یه خروجی داشته باشیم. آره درسته. و میام این قسمت ببینید نحوه آبجکت درست کردن توی جاوا اسکریپت به این شکل، مثلا من مثلا پر سن یا مساوی بریس باز بسته، یعنی الان من میگم اینجا به پایینش در واقع شبیه به جیسون درست، ولی شما اولا جیسون رو خروجی که در واقع دیتا داره از سمت دیتابیس رو تو متغیر نمیدید، فقط ایشون داره این قسمت شده داره. حالا توی آبجکتی که من میخوام توی جاوا اسکریپت درست بکنم بهتون گفتم کی در واقع تو چی قرار نمیگیره، تو بریس قرار، توی دابل کوتش قرار نمیگیره. من میتونم اینجا برگردم فقط آبجکتی که توی جاوا اسکریپت هم قرار میگیره بدونید، این مثلا من میام چیزی که اینجا رو تعریف میکنم میتونه هر نوع تایپی رو داشته باشه. استرینگ الان من اینجا مینویسم و مثلا همون چیزی که توی چیز گذاشته بودم توی جیسون گذاشته باشم و میتونم عددی بذارم و مثلا ایمیل رو بذارم، مثلا tnt.com چه میذارم فلگ مثلا ترو و مثلا همون امپلوی بیام دوباره خودش رو امپلوی بذاریدن. خب مثلا بازم همون رو از یه فول نیم بذاریم، مثلا همون رجامی رو چه بذاریم، مثلا همون دیگری بذاریم سکیو دیت. خب واسه باشه اینا باید تو استرینگ یا استرینگ یا بولیان یا اصطلاحا عددی یا آبجکت که الان داریم میبینیم دقیقا شبیه به جیسونه، یا میتونه مثلا دیتا اره 1 2 3 4 مثلا. و اما چیزی که میتونه توی اینها قرار بگیره این است که شما تو فانکشن توش قرار بده، مثلا یه فانکشن درست بکنه به نام ساکسس و بیا اونجا یه فانکشن رو قرار بده و شبیه آبجکت عمل میکنه. اگه شما شیگره بلده قشنگ مثلا شما اینجا میتونه بگیر ریتم دیس دات، ببین به تمام تک تک اینها دسترسی داره. خب این اسمش توی جاوا اسکریپت ما بهش میگیم آبجکت، یعنی خودش از آبجکت اصلا اسمش هم مشخصه. آبجکت یعنی چه؟ یه نمونه، نمونه‌ای که میتونه به تک تک دیتاهایی که اینجا توی صفحه در واقع توی محوطه‌اش وجود داره دسترسی داشته باشه. پس شما میتونید اولا اینجا فانکشن هم تعریف بکنید معکوس جیسون، معکوس جیسون یعنی آبجکتی که این حالا بهش میگن آبجکت توی جاوا اسکریپت وجود داره. دقیقاً میشه چی؟ مواردی که توی اصطلاحا جیسون نمیتونی تعریف کنی شما میتونی توی آبجکت جاوا اسکریپت تعریف کنی. خب میام اینجا به طور مثال برمیگردم میگم console.log اینا رو بلدیم، برمیگردم میگم person و دات به تک تک اینا دسترسی داریم، مثلا میگم ایمیل person دات مثلا دیتا. الان اگه ببینید اینجا alt f2 بزنید f12 بزنید بیا روی console تو میبینید اینا رو چیکار کرده، اومده تک تک قرار، یعنی شما میتونید به این شکل تک تکشون دسترسی داشته باشید. یا اصلا مثلا گزینه پرسن رو بزنی یه دونه رفرش بکنی ببین تک تک اینها رو اینجا قرار داده و بهتون برمیگرده میگه چی، پروتوتایپش خودش داره بهت میگه، میگه آبجکت لاست نیم فلگ چه نام پرسن فادر نیم امپلوی ایمیل دیتا
یا آرایه هست، حالا میبوشم بگم داریم یا آرایه رو این هم نگه میداری در واقع یه دونه آبجکت. پس این دقیقا چیزی هستش که ما داریم میبینیم. خب این رو من چجوری میتونم تبدیل کنم به جیسون؟ من اینجا باید میگردم میگم change data و دستوری داریم به نام جیسون به نام string file string feed حالا file feed هر کدوم که رو هم من میام اینجا پرسن رو بهش میدم. خب حالا برمیگردم میام console dot log change data میام اینجا و یه F5 میزنم. ببین ایشون شد جیسون. ببین میگم جیسون ببین کلیدات تو چی هم توی بریس باز و میگم تو بریس باز تو دابل کوتیشن. من یه موقع خوابم بچه یه کلمه هایی که با کار میبرم شاید جایی چیز نمیشه درست نیست. ایمیل فلگ نها کنید همه تک تک این مقادمی که شما دارید میبینید این کلید هاشون در واقع تو چی هم توی دابل کوتیشن هم و به این صورت خب دقیقا شد فرمت خود چی در واقع جیسون. خب این جیسون رو به شما فرض کن مثلا PHP پایتون میاد از سمت سرور اینا به دیتابیس وصلن، شما دستورات رو میزنی مثلا توی مسیری توی مسیری که میای درست میکنی دیتابیس رو که داری تبدیل میکنی به جیسون، میگه آقا این دیتاهایی که سمت توی مثلا این تیبل من هستن من همه رو تبدیل میکنم به جیسون، مسیر رو تو اون مسیر تبدیلش کردی به جیسون، حالا میخوامش بدم دست کی مثلا ریاکت اندروید مثلا چه میدونم ویو جیکوئری اینا که معمولن همینا دیگه غیر از اینکه نداره چیزایی هستن که در واقع شما میتونه API رو فقط به اینا بدید دیگه اینا میتونن باش کار بکنن اولا کسی دیگه نمیتونه کار بکنه. حالا iOS اینا از مالا دیگه iOS رو همه اپلیکیشن نداره. خب پس عملا من تونستم عملیات گیت رو بیام اینجا چیکار کنم بیام پیاده. خب الان این اینجا هستش من چجوری ازش استفاده کنم. ببینید شما تو جاوا اسکریپت وقتی بخواید یه مقدار رو دارید به صورت جیسون هستش، ببینید به صورت جیسون فرقی نمیکنه میخواد ریاکت باشه میخواد لایو در واقع جیکوئری باشه ویو باشه، شما باید چیکار کنید دیتایی که به صورت الان این چنج دیتا که شما دارید میبینید تبدیل شده به جیسون، جیسون رو چجوری ازش استفاده کنم. من اینجا یه let result قرار میدم برمیگردم میگم جیسون دستوری داره به نام پارس. خب این پارس رو چیکار میکنه؟ شما این چنج دیتا رو بهش میدی، چنج دیتا رو که بهش میدی تبدیل میکنه به چی؟ تبدیل میکنه بریم ببینیم به چی تبدیل میکنه. فورتون ریزالت رو بهش میدیم F5 رو میزنیم تبدیل که به آبجکت. آبجکت اگه تبدیل کنه چه اتفاقا میفته؟ هیچ، شما اولا میتونی ازش استفاده بکنی. چه جوری من از این میام استفاده بکنم؟ خب میام اینجا فرض کن من اینجا یه دونه سیکشن دارم با کلاس با آیدی دیتا. خب میام اینجا برمیگردم میگم که ببین من بیام و برگردم بگم که document dot اینا دی بلد get element by id به نام دیتا. خب یه گزینه داره به نام inner html. برمیگردم میگم که ببین من میخوام یه h1 اینجا داشته باشم و میام اینجا. خب اینا توی دابل کوتیشن هم میام اینجا یه پلاس هم میزنم که بتونم توی جاوا اسکریپت بنویسم. برمیگردم میگم که خب پارس کردیم رو میگم جیسون رو تبدیل کرد به چی؟ به آبجکت، اما آبجکتی که میخواستم. برمیگردم میگم result dot رو بزنی باید به تک تک مقادیری که دلت میخواد اینجا هستش یا دیگه مقادیری که اینجا هستش دسترسی داشته باشی. مثل first name result first نه ببینیم چی برمی گرده میزنم ببین تورج رو اونجا داره نمایش میام اینجا برمی گردم میگم که به علاوه مثلا دوباره یه اچفان میذارم برمی گردم میگم که همینجوری ها ایجکس با همین شکلی هستش که دارید میبینید توی بحث گیت کردنش از طریق حالا دیتا برمی گردم میگم که result dot مثلا last و اینجا بچه میزنم اینو آرمین دیگه. بس میتونید در واقع بیا چیکار کنید همینجوری پلاس پلاس بزنید ببینید پلاس پلاس که دارید میزنید چه اتفاقی میفته؟ میاد اینا اضافه میکنه به پروژهتون دیگه، به دامتون داره اضافه میکنه، الان داره به دامتون تک تک اینها اضافه میشه. اینا رو بعد به هر حال توی جاوا اسکریپت جی کوئری بهتون میگفتن، حالا ان شاءالله که گفتن و
شما الان میفهمید که مدام چی. خب ایج رو زدیم و ریزالت ایج مقدار ایج رو که داریم میزنیم اینجا افج میزنیم یه ذره نمیدونم بکنم زیر بود چی شد توی کشید یا دست آن برد میزنیم داشت به این صورت قرار میگرفت و شما میتونه حتی امپلوی رو امپلوی دات مثلا بزنه آقا به تک تک اشتر اصلا دسترسی داره تو خیال راحت میشه این تک تک اینها رو شما میتونه اینجا داشته باشی و بخونی. خب این نحوه در واقع تبدیل کردن یک آبجکت به جیسون و جیسون رو تبدیل کردن به آبجکت. نکته بسیار مهم، ما با این دستور خیلی کار داریم. پارس در واقع پارس که اینجا نوشته شده، شما برای اینکه دیتا رو از سمت دیتابیس در واقع به صورت جیسون در اختیار شما میدن، باید از این دستور استفاده بکنید برای تبدیل کردن جیسون به آبجکت و آبجکت چی بشه شما بتونید اینجا بیاید برای سرش بیاید. خب حالا اگر بخواد بحثای چند آرایه‌ای پیش بیاد، ببینیم چند آرایه‌ای یعنی چی. مثلا من میتونم مجموعه آرایه‌ای از آبجکت‌ها رو داشته باشم، اون رو هم بگم. چرا؟ چون دیتابیس که ما داریم میاد آرایه است دیگه، مجموعه ای از دیتا هاست. خب اون رو هم یه مثال الان بزنم یاد بگیریم بریم سراغ حل. خب اگر سوال هست بچه‌ها